به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، خبرهای امروز آریانا هرات را آغاز می کنم. من مسیح محمدی در این بسته خبری با شما هستم. نخست سرخط خبرها. اظهارات وزارت امور داخله مبنی بر پیوستن نیروهای پلیس به گروه طالبان. نگرانی از قاچاق پرندگان از ولایت هرات به خارج از کشور. و شکایت تاجران صادر کننده محصولات افغانی از مشکلات بندرگاهی در هرات. امروز جمعه 30 سرطان سال 1391 هجری خورشیدی برابر با 20 جولای 2012 میلادی است. مشروع خبرها. وزارت امور داخله پیوستن تعدادی از افراد پلیس محلی به طالبان در ولایت هرات را رد کرده، میگوید که طالبان چنین شایعاتی را به خاطر مغشوش ساختن اذهان عامه به راه میاندازند. طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که بیش از 120 پلیس محلی در ولسوالی چشت هرات به گروه آنها پیوستند. به گزارشی از همکارم در این مورد توجه کنید. طی دو هفته گذشته این دومین بار است که خبر یکجا شدن پلیس محلی با طالبان مسلح در ولایت حوزه غرب افغانستان منتشر می شود. پیش از این طالبان مدعی شده بود که 50 پلیس محلی در ولسوالی بالامرقا به ولایت بادغیس با طالبان یکجا شدند که سپس از سوی وزارت داخله رد شد. غلام صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله می گوید طالبان مسلح اخیراً تلاش دارند تا با نشر شایعات پلیس محلی را در افغانستان بدنام بسازند. و همچنان خبر نشر شده از سوی طالبان مبنی بر پیوستن 120 پلیس محلی را رد کرد. صدیقی میگوید طالبان توان مبارزه با نیروهای امنیتی افغان را دست دادند و به همین منظور میخواهند از این طریق اقدام کنند. سخنگوی وزارت داخله تاکید نمود که پلیس محلی موثریت خود را در تامین امنیت تثبیت کرده و بزرگترین ضربه را به طالبان مسلح وارد نموده و به همین دلیل است که طالبان در سال روان و سال گذشته بیشترین توجه خود را روی هدف قرار دادن پلیس محلی متمرکز کردند. به گفته صدیقی در حال حاضر 15,000 پلیس محلی در چوکات وزارت امور داخله وجود دارد که در بیش از 68 ولسوالی با وظایف گماشته شده و توانستند که اوضاع را در کنترل خود داشته باشند. دو هفته پیش روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که 25 پلیس محلی در ولسوالی بالامرقا به بادغیس نیز از دولت جدا شده و با طالبان مسلح پیوستند. مسئولان اداره محیط زیست در ولایت هرات از قاچاق پرندگان بومی به کشورهای همسایه ابراز نگرانی می کنند. پرنده مینا که در گذشته محل زیست آنها در هرات بود، از چند سال بدین سو تعداد آنها کاهش چشمگیری پیدا کرده است. همکارم گزارش می دهد. حتی از قاچاق پرنده های بومی که ما در مناطق سمت کشک کهنه و یا در این جا داشتیم که یگانه چیزی که بیشتر میتونه برای خود محیط زیست یک موثریت داشته باشه، به خصوص مینا که امروز میفهمیم که خود مینا یگانه چیزی هست که ملخ را از بین میبره. و یکانه چیزی که در نطفه میتونه ملخ از بین برور مینایه که امروز قاچاق از او به طرف ایران بسیار زیاد شده که ما در چندین موارد چه کردیم با حتی افرادی هم که قاچاق از این میکردن ما به سازمانی معرفی کردیم. مسئولان در ریاست آبرسانی هرات میگویند که با نصب 5 پایه تقویه کننده
که از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا به این اداره کمک شده، مشکلاتی از ناحیه پایین بودن فشار آب و همچنان قطع شدن توزیع آب حل خواهد شد. سید محمد فقیری بیشتر به این موضوع پرداخته است. رئیس شورای ولایتی ایراد میگوید که در تماس‌هایی که این شورا با مقامات تیم بازسازی ولایتی پی‌آر‌تی داشته، توانسته تا کمک‌های این تیم را در بخش بلند بردن ظرفیت تکنیکی ریاست آبرسانی هرات جذب نماید. با نصب 8 پای استبلایزر به گفته رئیس آبرسانی که ما را مکلف کرد، ما را مجبور کرد که بگردیم به پشت استبلایزر و ما بریم به دروازه پی‌آر‌تی، یک تیم با امرای معاون شورا با پیرتی روان کردیم. برای ما وعده داده شد که با نصب استبلایزرها 60% وضعیت آب، وضعیت کمی حالا است، 60% افزایش میافه یا بیبود میافه. اما رئیس آبرسانی ایراد با اشاره به پایین بودن ولتاژ برق میگوید که با نصب این تجهیزات خدمات آبرسانی تا 60% افزایش خواهد یافت. ارزش مجموعی پیشنهادی که 5 پای استبلایزر که دفتر محترم پیرتی اینا قراره برای ما آماده بسازن 40,000 یورو هست. هرات همساله در فصل تابستان با مشکل پایین بودن ولتاژ برق مواجه بوده که همواره انتقاد شهروندان را برانگیخته است. رئیس آبرسانی هرات نیز ضعیف شدن خدمات این اداره را ناشی از ضعیف بودن ولتاژ برق دانسته و وعده می‌دهد که تا یک هفته آینده با نصب این تجهیزات مشکل کمبود آب به پیمانه زیادی حل خواهد شد. ساخت ساختمان‌های خودسر در شهرک شیدایی هرات باعث نگرانی مسئولان شده است. شماری از کارشناسان نیز وجود همین ساخت و سازهای بی‌رویه را در این شهرک مشکل اساسی برای معیاری نشدن این شهر عنوان می‌کنند. همکارم گزارش می‌دهد. شهرک شیدایی در 6 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد و در حال حاضر صدها مهاجر داخلی در آن منطقه زندگی می‌کنند. انجینر عبدالرحمن سلایی، انجینر ساختمانی، می‌گوید که این شهرک با مشکلات زیاد ساختمان‌سازی روبرو است. متأسفانه شهرک شیدایی چندین معضل دارد. معضلات بسیار عمده و اساسی مسئله کانالیزاسیون از او است. مسئله شبکه‌های زیرزمینی از اینکه مسئله برق و آب و مسائل دیگری از او است. شبکه های آبرسانی که ساخته شده بدون از اینکه مورد استفاده قرار بگیره پس تخریب شده متاسفانه. سلایی میگوید که شهرداری هرات زمانی از آسفالت 10 کیلومتری سرک های این شهرک سخن گفت، اما هنوز 4-5 کیلومتر بیشتر آسفالت نگردیده است. از سوی دیگر عبدالحمد فقیریار، رئیس مالی و اداری شهرداری هرات، این ادعا را رد کرده، میگوید که سیستم شهرک شیدایی مطابق پلان پیش برده می شود و کار عملا جریان دارد. سیستم شرک شهیدایی مطابق به پلان که ساخته شده در دو طبقه است. بله، نقشه های وجود داره، نقشه های از او، زمین های از او در دو فاز توزیع شده که یکی 450 متر بوده و یک فاز دیگه ما 300 متر بوده که اونا رو ما توزیع کردیم بر شهروندا. ما از نقطه نظر آبرسانی و برق از او و ایجاد سرک های از او هیچ مشکل ریاست شهرولی نداره. فریدون سروری، معاون طرح دیزاین ریاست شهرسازی، میگوید که فرم ساختمان سازی شهرک شیدایی متناسب با تعداد نفوس و ساختمان ها ساخته شده است. به گفته وی، طی سال جاری 6 سرک اصلی شهرک آسفالت می شود. فرم ساختمان سازی که در اونجا هست، اونجا به شکل ساختمان های حد اکثر در ساحات روشی 2 منزل و در ساحات بلند منزل تا چندین منزل هم اجازه داده شده مطابق راهنمایی که در پلان ذکر شده، اونجا میتونه هموطنان ما ساختمان اعمار کنند. در همین حال با گفته شماری از کارشناسان، هم اکنون ده ها شرک در ایران ساخته شده و هیچ گونه معیاری در ساخت این شرک ها در نظر گرفته نشده است. آنان میگویند که اکثر نمرات آن از سوی دولت برای مردم توزیع شده، اما مهاجران بیجا شده از ولایت های دیگر در این نمره ها به شکل خودسرخانه ساخته اند. با وصف اینکه تلاش ها برای آسفالت سرک شیدایی افزایش یافته است، اما برخی از جاده های داخل شهر هرات تا هنوز آسفالت نشده و سرک های آسفالت شده نیز به دلیل نداشتن کیفیت تخریب شده است. و خبر اخیر در بخش سیاسی اجتماعی امروز این که شورای ولایتی فراه گزارشات سالانه و ماهوار اداره های دولتی این ولایت را غیر شفاف خواند. مسئولان این نهاد میگویند به همکاری مؤسسه UNDP ورکشاپ های آموزشی را برای رؤسای ادارات دولتی این ولایت راه اندازی کرده است. همکارم خوشحال زراند از ولایت فراه گزارش میدهد. اینجا دیگه دیگه اینجا 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 دی
دکترهای ولایتی، نیروهای امنیتی، البته با شمول والی ولایت فرا در این جلسه اشتراک میکنه. ولسوالها، رئیسای شوراها، از ولسوالی ها در این جلسه که جلسه بزرگ است، به هر مراتب 120 نفر، 300 نفر، 100 نفر، 80 نفر طور رقم که شما میبینیم این جلسه همیشه برگزار میگردد. روی مشکلات بس میشه که البته تمام ولایت فرا را در بر گیر میکنه. تا لحظاتی بعد با ارائه خبرهای اقتصادی امروز در حضور شما قرار خواهم گرفت. حمام و حمام. به خبرهای اقتصادی امروز خوش آمدید. تاجران ولایت هرات میگویند که دولت به جای حمایت از تاجران، نزدیک به 7 برابر سایر کشورها از آنها در بنادر و جریان حمل و نقل کالاها پول دریافت میکند. مسئولان اتاقهای تجارت هرات میگویند که دولت باید در این پالیسی تجدید نظر کند. به گزارشی در این مورد توجه فرمایید. جنسی که ما از افغانستان تولیداتی که از افغانستان صادر میکنه بیرون از افغانستان روی از ارزش افزوده بیایه و این جنس به قیمت برسه که از اینجی صادر بشه. متاسفانه جنس ما میره یا به پاکستان یا به ایران میره و اونجی روی از او یک مقدار کار میشه، پکینگ و بسته‌بندی میشه، اصل فایده و مفاد در اونا میخورن برسه. جنسی که ما از افغانستان تولیداتی که از افغانستان صادر میکنه بیرون از افغانستان روی از ارزش افزوده بیایه و این جنس به قیمت برسه که از اینجی صادر بشه. متاسفانه جنس ما میره یا به پاکستان یا به ایران میره و اونجی روی از او یک مقدار کار میشه، پکینگ و بسته‌بندی میشه، اصل فایده و مفاد در اونا میخورن برسه. و حال به نرخ اسعار در بازار هرات توجه فرمایید. یک دلار آمریکایی خرید 51 افغانی و 40 پول، فروش 51 افغانی و 50 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 63 افغانی، فروش 63 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 26 افغانی و 70 پول، فروش 27 افغانی. 1000 کلدار پاکستانی خرید 540 افغانی، فروش 542 افغانی.
با سلام، با خبرهای ورزشی امروز در حضور شما قرار دارم. مسابقات پاورلیفتینگ در بخش لیفت تک دیروز در جیمنازیوم ورزشی ولایت هرات بین 10 کلب شهر شامل 120 اشتراک کننده برگزار شد. این مسابقات در 9 وزن مختلف بین ورزشکاران راه اندازی شد و هدف از برگزاری آن را انتخاب بهترین چهره ها در این رشته یاد شده است. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید. هدف از مسابقات لفت تک باشگاه هرات بود که حدود 10 کلب در مسابقات حضور داشتن و بین 120 شرکت کننده که مسابقه داشتن که مسابقات تل یک روز به طول انجامید و امروز ختم مسابقات و اعداد کاپ و جوایز رو میداده. و اما مسئولان ورزشی فرا از برگزاری مسابقات فوتسال تحت نام جام رمضان خبر دادند. این مسابقات بین 12 تیم منتخب فوتسال این ولایت به صورت همه روزه برگزار شده است. محمد اسماعیل قانه گفت مسابقات فوتسال جام رمضان به صورت رفت و برگشت انجام خواهد شد. مسابقات جام رمضان همه ساله تقریبا در تمام ولایت‌های کشور راه اندازی می شود تا از یک سو به آماده ورزشکاران افزوده شود و از سوی دیگر ورزشکاران نیز سهم خود را در قبال ماه مبارک رمضان انجام داده باشند. از همراهیتان جهانی سپاس. به ادامه خبرها توجه فرمایید. روز خوش، خدا نگهدار.